سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس که میخوایم با هم در مورد یک پدیده بسیار جالب از در حقیقت ناشی از الغاگرها یعنی پدیده های که اجسامی که در اونها خود الغایی رخ میده در مدار صحبت بکنیم و من میخوام شروع بکنم اول با یک مدار بسیار بسیار ساده پس شما اول از همه فرض بکنید که من یک همچین مداری دارم یک باتری دارم مثلا دوازده ولت و این باتری متصل به یک مقاومت که اندازه مقاومت هست مثلا بذار یه عددی بذارم که جریانمون روند بشه مثلا 120 اوم و بعد مدار بسته میشه خب دیگه من مطمئنم شما در یک چشم هم زدم میتونید این مدار رو تحلیل بکنید و بگید که جریانی در این جهت از این مدار میگذره که اندازه جریان برابر هست با V یعنی دوازده ولت تقسیم بر 120 اوم یعنی یک دهم آمپر پس این میشه جریان مدار حالا من میخوام یک نموداری بکشم که تا حالا نکشیدم و این نمودار من نمودار جریان هست بر حسب زمان یعنی میخوام ببینم جریان من در طول زمان داره چه تغییری میکنه خب البته اینجا جریان من در طول زمان هیچ تغییری نمیکنه ولی خب من باز هم میتونم بکشم میپرسید چه جوری الان براتون میکشم پس بذارید من اول از همه اینجا یک کلید اضافه بکنم خب وقتی که این کلید بازه جریانی که از این مدار میگذره صفره و وقتی که من این کلید رو میبندم جریان میشه یک دهم و من فرض میکنم که من در زمان مثلا تی مساوی با مثلا تی صفر من کلید را میبندم خب در این زمان من کلید رو میبندم اینم فرض بکنیم مثلا هست t صفر حالا من میتونم خیلی راحت نمودار جریان رو بکشم تا قبل از T مساوی با T0 بذارید من یک جوره دیگه مثلا با مثلا یه قلم دیگه بکشم تا قبل از T مساوی با t صفر جریان این شکلیه درسته یعنی صفره قبول دارید که کلید بازه مدار اتصال بازه و جریان صفره بعد از تیم مساوی با تی سفر دقیقا در لحظه تیم مساوی با تی سفر جریان میشه یک دهم آمپر یعنی اینجا الان هست من وصلش بکنم به این این هست یک دهم آمپر پس واحد این هم هست آمپر واحد این هم فرض کنیم مثلا هست میلی ثانیه مثلا فرق نداره و بلا فاصله بعد از تی سفر جریان میشه یک دهم آمپر خب میگید خب این چه کاری بود که تو کردی آخه این که دیگه خیلی واضح بود که کلیدو که میبندیم بلا فاصله جریان چه یک هم آمپر. من میگم یه خورده صبر کنین کاری که من الان میخوام بکنم اینه که بیام همین مدار رو دوباره رسم بکنم و اینجا یک کلید بذارم و بیام بالا اینجا برسم به یک مقاومت اما در ادامه مقاومت من یک القاگر هم در مدار میذارم مثلا یک سیملوله که این شکلی هست یعنی مثلا یک سیملوله در مدار میذارم باتری دوباره دوازده ولتیه مقاومت دوباره 120 اهمیه و اینجا من یک سیملوله ای دارم که این سیملوله یک کارهایی در مدار من قرار هست انجام بده چه کارهایی ببینید بذارید من اینو بیام یه ذره بزرگتر اینجا بکشم من اینو جلسه قبل ما با هم دیدیم که اگر یک سیملوله این شکلی داشتیم که جریان به این شکل واردش میشد و اینجا هم اینجوری ازش خارج میشد و اینجا رو بود اون زیر پشت بود در این صورت یک میدان مغناطیسی در این راستا در سیم‌لوله من پدید می اومد اون وقت وقتی که جریان این مدار تغییر میکرد و زیاد میشد داخلش خود القایی رخ میداد به نحوی که میخواست مخالفت بکنه با مثلا اگه جریان زیاد میشد جریان الغایی در جهت معکوس این جریان ایجاد می شد اینو ما در ویدیوهای قبل با هم دیدیم و من فرضم برای اینه که شما الان بلدین خب حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که وقتی من این مدار رو وصل می کنم، پس من دوباره در تی مساوی با تی کلید رو میبندم. این بار یک اتفاق بسیار جالب میافته. چه اتفاقی؟ قبل از اینکه من کلید رو ببندم یعنی در یک خورده در تی مساوی با تی دقیقا در تی مساوی با تی صفر یه خورده کمتر من می نویسم تی صفر منفی یعنی یه ذره قبل از تی صفر جریان صفر قبول دارید در تی مساوی با تی صفر به علاوه یه عدد خیلی کوچیکی مثلا بذارید بگم مثلا یک هزارم ثانیه جریان میشه چند یعنی قرار بشه چند فرض کنیم این نباشه قرار بشه یک دهم ده آمپر قبوله قرار بشه هنوز نشده باهاش کار داریم بنابراین اگر این جریان بخواد مستقیما برسه به یک دهم ده آمپر بلا فاصله بعد از تی مساوی با تی صفر در یک زمان بسیار کوچیک اتفاقی که میفته اینه که دی آی به دی تی من یعنی تغ... آهنگ تغییر جریان به نسبت زمان به صورت تقریبی برابر میشه با دلتا آی تقسیم بر دلتا تی خب این رو اگر تی رو به سمت خیلی عدد کوچیک میل بدیم میشه این دیگه که این مساوی میشه با یک دهم ده تقسیم بر مثلا یک هزارم یا حتی یک عدد خیلی کوچیکتر که این میشه صد یعنی آهنگ تغییر جریان خیلی بزرگ میشه اگر قرار باشه بلا فاصله بعد از تی مساوی با صفر ما برسیم به این عدد اصلا شما فرض بکنید من این رو بیام کوچیکتر بکنم یعنی بگم مثلا تی صفر به علاوه ده به توان منفی مثلا 6 یعنی یه خورده بعد از تی صفر یعنی یک میکرو بعد از تی در این صورت دلتا آی به دلتا تی من مساوی میشه با یک دهم هم دلتا تی هم که هست تی 0 به ده به توان منفی 6 منفی تی صفر یعنی ده به توان منفی 6 این مساوی میشه با ده به توان پنج یعنی صد هزار یعنی آهنگ تغییر جریان میشه صد هزار و طبق قانون القای فارادی برای القاگرها من میدونم که نیروی محرکه القایی برابر هست با اندازش برابر هست با ال دی آی به دی تی حالا کافیه این ال رو من مثلا فرض کنم هست یک هانری حالا یک عددی خیلی مهم نیست یک دو نیم پنج یه دهم ده اون وقت اگر بیام اینو ضرب بکنم در صد هزار شما حساب کنید چه ولتاژی اینجا ایجاد میشه یعنی ولتاژ القایی من باید بشه مثلا نمیدونم صد هزار مثلا ولت و من میدونم که جهت این ولتاژ القایی در جهت عکس این ولتاژ خود مدار هست چون میخواد با تغییر شار مخالفت بکنه بنابراین این اتفاق نمیتونه بیفته یعنی جریان نمیتونه بلا فاصله بعد از تی مثل اتفاقی که اینجا افتاد برسه به یک دهم ده آمپر پس اینو یادتون باشه جریان نمیتواند بلا فاصله به یک دهم ده برسد چرا اینو دیگه شما باید الان بتونید بگید چون در این صورت دی آی به دی تی خیلی بزرگ خواهد بود و این باعث میشه که ولتاژ القایی مدار خیلی بزرگ بشه یعنی ای ال اون وقت خیلی بزرگ خواهد بود. که این نمیتونه در مدار من رخ بده خب یعنی این القاگر من اجازه نمیده این اتفاق بیفته یک ولتاژ مثلا صد هزار ولتی من بذارم کلا هر قطعه ای در مدار دارم منفجر میشه و این اتفاق نمیتونه بیفته از لحاظ تئوری بنابراین اینجا باید یک اتفاق دیگه بیفته چه اتفاقی این القاگر من اول که آهنگ تغییر جریان خیلی زیاده یک نیروی منفی ایجاد میکنه و اجازه نمیده که یک حقیقت یک ولتاژی در جهت عکس ایجاد میکنه و اجازه نمیده که جریان برسه به اون حدی که باید برسه خب من میخوام اینجا فرمولش رو براتون بنویسم این در کتاب درسی نیومده اما خیلی خوبه که اگه ما با همین رو حساب بکنیم پس بذارید من این عددهایی که نوشتم و خیلی بزرگ بودن رو پاک بکنم ببینید در این مدار بالایی آی برابر بود با چی برابر بود با V تقسیم بر R خیلی ساده در این مدار اما آی در هر لحظه یعنی آی به صورت تابعی از زمان این هم آی تی هست یعنی یک تابعی از زمانه که هست وی تی تقسیم بر آر تی چون این دوتا همه ثابت هم، پس آی هم ثابت میشه در طول زمان اما در این حالت آی تی من برابر هست با وی یعنی ولتاژ باتری منهای این ولتاژ القایی تقسیم بر مقاومت این بار من یک انگار یک باتری دیگه در مدارم دارم که اندازش هست L دی آی به دی تی تقسیم بر مقاومت درسته خیلی راحته دیگه من در حقیقت مدارم یک همچین مداری هست یک ولتاژ 12 ولتی اینجا دارم یک مقاومت اینجا دارم و یک ولتاژ هم اینجا دارم که اندازش هست L, D, آی به دیتی و در جهت عکس این عمل میکنه در مدار من بنابراین جریان برابر میشه با این مقدار یعنی V من های L, D, آی به دیتی تقسیم بر آر. این با. و نکته ای که وجود داره اینه که اول این دی آی به دی بزرگه و بنابراین این عبارت کوچیک میشه و در نتیجه جریان اون اول نمیتونه بلا فاصله برسه به اون حد نهایی خودش که هست وی آروم یعنی اون حدی که در حالت عادی میرسه بهش بنابراین جریان در اول داستان برابر هست با وی آروم منهای ال آروم ضرب در دی آی به دی تی. خب که این دی آی به دی تی مصبته بنابراین کل این عبارت کوچکتر هست از وی آروم. یعنی جریان اول داستان کوچیکه و اول اول که این دی آی به دی تی خیلی بزرگه دیگه جریان خیلی کوچیکه یعنی نزدیک به صفره. بعد آروم آروم جریان شروع میکنه به زیاد شدن من کلید رو وصل کردم و این اتفاقا داره میافتم آروم آروم شروع میکنه جریان زیاد شدن چرا شروع میکنه زیاد شدن چون این آهنگ تغییر جریان آروم آروم کم میشه اولش آهنگ تغییر جریان خیلی زیاده من از صفر در یک زمان خیلی کوتاه جریان رو میرسونم به یه عددی اما کم کم دیگه این آهنگ تغییر جریانه کم و کمتر میشه به این دلیل که دیگه جریان صفر نیست و یک عددی داره و داره همینجوری زیادتر میشه و این آهنگه که کم میشه باعث میشه که این ولتاژ کلی مدار من بره بالا در نتیجه جریان مدار آروم آروم زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه و بعد از یک زمانی میرسه به اون حد نهایی اینجا اون زمانیه که دی آی به تی برابر هست با صفر یعنی جریان ثابت شده برابر شده با وی آروم و دیگه تغییر نمیکنه در نتیجه ولتاژ القایی من از مدار حذف میشه و این سیم دوله من انگار اصلا در مدار نیست و من اینجا یک سیم دارم خب یک داستان بسیار هیجان انگیز پس من وقتی که یک القاگر در مدارم دارم دیگه بلا فاصله جریان نمیپره بر اون بالا و بشه وی آروم بلکه یک زمانی طول میکشه آروم آروم و داستان این طول کشیدن هم این عبارتی هست که اینجا دارم یعنی این منبع مجازی در حقیقت منبع القایی در حقیقت منبع ولتاژ القایی که من اینجا دارم اول از همه زیاده و بعد کم 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 میشه تا اینکه کلا از مدار من حذف میشه برای حل سوال های القاگر من میخوام یک نکته ای بگم البته من دوست ندارم کلا خیلی نکته درس بدم اما این خیلی کمکتون میکنه در حل سوال های القاگر برای حل سوال های القاگر شما میتونید یک فرض خیلی خیلی مهم بکنید از بذارید من یک گوشه ای رو پاک بکنم که بتونم اینو هم توضیح بدم مثلا من همینجا رو من اینجا رو پاک میکنم داشتم انتخاب میکنم کجا خیلی شاید کمتر مهم باشه به هر حال شما میتونید فرض بکنید که در تی مساوی با صفر یعنی همون لحظه ای که در حقیقت تی مساوی با تی صفر همون لحظه ای که مدار بسته میشه و یا القاگر وارد مدار میشه القاگر مانند یک اتصال باز عمل میکنه به این معنی که چون دی آی به دی تی خیلی بالاه یعنی چون دی آی به دی تی خیلی بزرگه خیلی بزرگتر از صفره مثل یک اتصال بازه یعنی اصلا هیچ جریانی نمیتونه ازش عبور بکنه یعنی در حقیقت جریانی میتونه عبور بکنه اما یک جریان القایی منفی برابر اون جریان ایجاد میکنه و در نتیجه جریان عبوری کل میشه صفر در لحظه ای که دقیقا من میبندم و در تی خیلی بزرگتر از تی صفر یا میشه گفت تی بره به سمت بی نهایت. یعنی در تی های بزرگ مثل یک اتصال کوتاهه یعنی چی؟ یعنی جریان رسیده به یک حد ثابت ویارون مثلا اینجا یعنی جریان رسیده به اینجا و در نتیجه دیگه جریان تغییر نمیکنه یعنی دی آی من اینجا بنویسم یعنی دی آی به دی تی برابر با صفر در نتیجه هیچ ولتاژ القایی نداریم و این مثل یک سیم عمل میکنه و در این بین اتفاقی که این وسط داره میفته یعنی آروم آروم داره از اتصال باز میره به طرف اتصال کوتاه یعنی از یک مقاومت بی نهایت. در حقیقت در تی مساوی با تی صفر شما میتونید فرض بکنید در حل مسئلهاتون که این مثل یک مقاومت بینهایته اینجا میتونید فرض بکنید که مثل یک مقاومت صفر یعنی سینه خب خیلی هم خوب من نمیدونم آیا اصلا ما از این مبحث نسبتا پیچیده که کتاب درسی که کلا فکر میکنم من یه جورایی پیچونده و من هم نتونستم خیلی وارد جزئیاتش بشم چون حل این معادله نیاز به دونستن معادلات دیفرانسیل داره و من حل نکردم الان براتون نمیدونم آیا اصلا مثالی حل خواهیم کرد یا نه من برم میخورده ببینم که آیا مثالی که در حد فیزیک دبیرستان باشه از این مبحث پیدا میکنم یا نه و در ویدئوی بعد میبینمتون خداحافظ